بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم. اعظم الله اجورنا و اجورکم باستشهاد الامام الحسین علیه السلام. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه امام حسین علیه السلام. ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام است و از کربلای معلا، از بین الحرمین بیننده برنامه سرزمین عشق هستید، برنامه‌ای که افتخار داره از این مکان مقدس به بیان معارف اهل بیت احسان و طهارت بپردازه و این ساعات رو غنیمت بشماره برای اینکه در فضل و کرم و علو و شأن آقا امام حسین علیه السلام با استفاده از آیات قرآن آنچه باعث افزایش معرفت ماست رو از کلام اهل بیت احسان و طهارت به سمع و نظر شما برسونه. اجازه بفرمایید همچون شب‌های گذشته خدمت کارشناس عزیز و ارجمند برنامه استاد گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین شیخ مصطفی بهرمن عرض سلام داشته باشم و انشالله با حضور ایشون یک برنامه دیگر رو تقدیم حضور شما کنیم. حجت بهرمن سلام عرض می‌کنم خدمت شما. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. عظم الله اجورنا و اجورکم. خدمت همه بینندگان محترم و عزیز، خواهران و برادران عزادار سید الشهدا علیه السلام سلام و عرض ادب دارم. امیدوارم خدای عز و جل همه این عزیزان مورد لطف و عنایات خاصه حضرت آقا بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بگیرن و دعاهایشون در حق ما ها مستجاب بشه ان شاء الله. الهی اگر از فرمایید همچون شب گذشته برنامه امشب رو هم با یک زیارت شروع بکنیم و بعدش وارد بحث بشیم. بفرمایید. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة. ما خاب من تمسك بك وأمن من لجأ إليك. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس، يا قمر بني هاشم، يا ابن أمير المؤمنين، يا كاشف الكرب عن وجه الحسين، اكشف كروبنا بحق أخيك الحسين. السلام عليك وعلى أختك الحوراء زينب ورحمة الله وبركاته. آیات قرآن کریم این معجزه جاوید رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله رو که میخونیم، هر کدام اشاره به موضوعی دارند که سعادت بشر رو تضمین میکنن، راهنمایی ها و ارشاداتی که خدای عزوجل برای بشریت فرستاده. وقتی که در قرآن نگاه میکنیم و از منظر اهل بیت عصمت و طهارت که مفسرین قرآن هستند آیات رو مطالعه میکنیم و در اونها تدبر میکنیم، میبینیم که آیات بیانی بسیار شیوا، شیرین و دقیق راجع به ولایت اهل بیت عصمت و طهارت که اصل هدف خلقت هست دارن. یکی از برجسته ترین این آیات آیه است که در
این شبها خدای بهرمند به اون اشاره کردن. آیه تطهیر، آیه 33 از 33 سوره از قرآن کریم. اجازه بدید امشب هم حول و حوش این آیه و نکات و مواردی که این آیه برای ما روشن میکنه انشاءالله بگردیم و از سرچشمه پاک و نورانی و مطهر کلام اهل بیت اصطلاح طهارت جرعه ای برداریم. حاجای بهرمند در خدمتتون هستیم، ان شاءالله استفاده کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم و مخالفیهم اجمعین. السلام علی المهدی و علی آبائه. مقدمتا برای ورود به بحثی که داریم باید عرض کنیم مناصب الهی به. 4 منصب قرآن کریم وقتی به آیاتش مراجعه کنیم میبینیم نمایندگانی که خدا داره و اینها واسطه هستن بین خود و بین مخلوقاتش، اینها که وسیله هدایت بشر و انسانها هستن، اینها 4 منصبن. یک منصب، منصب نبوته که عهدهدار این منصب شخص نبیه. نبی اون انسان منتخب از ناحیه خدای تبارک و تعالی است که فرشته وحی را میبینه، صدای او را میشنوه، گاهی در بیداری میبینه، گاهی در خواب میبینه، پیام الهی را دریافت میکنه. ولی تنها نبیه، مأمور به تبلیغ نیست، گیرنده خبره. برای اینکه حجت در زمین باشه که اگر کسی خواست با او تماسی داشته باشه، از خدا و احکام الهی خواست چیزی بفهمه، نزد او بیاد، کسی گم نشه. اینا تعیین شده از ناحیه خدای عز و جل، طبق روایت مشهور و معروفیه که در کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرده، تعداد انبیا را 124,000 نبی ذکر می کنن. منصب دوم منصب رسالته، عهده‌دار این منصب رسوله. رسول باز انسان پاک برگزیده از جانب خدای تبارک و تعالی، منصب رسالت رو خدا بر دوش او قرار می دهد، فرشته را می بینه در بیداری، در خواب پیام را دریافت می کنه، ضمن گرفتن پیام مأمور به رسوندنم هست. از این جهت بهش گفته میشه رسول، فرستاده، فرستاده شده از جانب خدای هادی به سوی بشر. وظیفه تبلیغ داره، یا ایها الرسول بلغ. رسول کارش تبلیغ و کارش رسوندن. منصب سوم منصب خاتمیت که این منصب منحصرا مختص یک انسان پاکیه، فقط و فقط مختص خاتم الانبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، که این منصب باید از آن کسی باشد که از همه انبیا و از همه رسول باید اشرف باشه. از این جهت خاتم شده، یعنی دیگه بعد از او دیگه رسولی نیست. یعنی اون چه که باید رسولان بگویند همه را یک جا او گفته است. اون چه که باید کتاب از آسمان بیاد با کتابی که او می آورد همه را پوشش می دهد، در بر دارد. لذا کتابی که او آورده است فیه تبیان کل شی، فیه تبیان کل شی، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. از این جهت او خاتم انبیاء، رو حساب خاتم بودنش اشرف همه انبیاء و اشرف همه مرسلین. و تنها دین
پذیرفته شده یه نزد خدای عزوجل همون دین اسلامی که این پیامبر خاتم آورده و دیگر انبیا و دیگر مرسلین مبلغ اسلام این پیامبر خاتم هستند. منصب چهارمی که قرآن کریم معین میکنه برای راهنمایی بشر، برای هدایت بشر، برای تأمین سعادت دنیا و آخرت بشره، منصب امامت که این امامت را پیروان اهل البیت علیهم السلام معتقدند به مسئله امامت. دیگران یا میگویند لازم نیست بعد از پیغمبر امام باشه و شعار دادن حسبنا کتاب الله کتاب الله. بعضیشون میگن نه امام اشکالی نداره، بالاخره رعیت بدون پیشوا نمیشه باشه، یک پیشوایی باید باشه. بله هر کی شد این پیشوا را میشد که مردم انتخاب کنه، یا اینکه با شور و مشورت یه عده که صاحب رأیان صاحب نظرن تو یک اتاق در بسته بنشینن و شخصیت را به عنوان پیشوای مسلمین او اگر انتخاب بشه میشد امام بر مسلمینه. اما اهل البیت علیهم السلام دیدگاهشون در مورد امامت چنین نیست. اولا معتقدن که امام را همچنانی که خدای تبارک و تعالی نبی و رسول را شخص خدای عز و جل تعیین میکنه و تعیین نبی و رسول به عهده امت نیست. اینجور نیست که امت جمع بشن بگن فلان شخص نبی باشه نبی باشه رسول نه. باشه. همینطوری که نبی و رسول از طرف خدای عز و جل تعیین میشود، امام هم باید معین بشود از ناحیه خداوند. از این جهت یک جا میفرماید انی جاعل فی الارض خلیفه، امام خلیفه خدای عزوجل، یعنی اون کارهایی که خدای عزوجل دستوراتی که خدا داره برای هدایت بشر، اون کسی که بیانگر و مبینه گفته های خدای تبارک و تعالی او خلیفه خداونده. در یه آیه دیگه هم در سوره مبارکه بقره خداوند میفرماید انی جاعلک للناس اماما، خطاب به ابراهیم علیه السلام. بنابراین طرفداران 14 معصوم، طرفداران مکتب نورانی اهل البیت، با استفاده از آیات کریمه قرآن بر این عقیدن که باید امام را شخص خداوند تعیین کنه. تعیین امام نه به رأی مردمه که برن پای مثلا صندوق رأی بریزن و شخصی را به عنوان امام انتخاب کنن، و نه عهده‌دار این کار، تعیین این کار عهده‌دارش به عهده افرادی که مثلا خبره هستن و یک سری معلوماتی دارن، نابنشینن با هم شور کنن، مشورت کنن، نتیجه شور و مشورتشون این باشد که مثلا زید ابن ارقمی این چی باشه؟ این امام مسلمین باشد. نه، اینا هیچ کدوم صحیح نیست. این امامی که بهش معتقدیم که 12 امامن که انشاءالله در جلسات آینده هم روایات شیعیان اهل البیت را نقل میکنیم، هم روایاتی که دیگران نقل کردن از وجود مبارک پیغمبر اکرم که امامان 12 نفرن، امام باید ویژگی هایی داشته باشد. عمده ترین ویژگی امام عصمت امامه. امام باید معصوم باشه. دلیل شیعیان اهل البیت و پیروان اهل البیت برای این مطلب دلیلشون چیه؟ از علمای مهم شیعیان اهل البیت جناب شیخ صدوق رحمت الله علیه. شیخ صدوق یک مرتبه هم عرض کردم عالم جلیل القدریه که به برکت دعای امام زمان علیه السلام به دنیا آمده. پدرشون از نعمت اولاد محروم بود، علی ابن باب ویه قمی
که مرقدش در شهر قم هست. ایشون اولاددار نمی شد، یک نامه ای نوشت محضر ولی عصر علیه السلام از امام عصر، درخواست کرد که آقا من اولاد می خوام، من همسر دارم اما بچه ندارم. بعد از مدتی جواب آمد از طرف حضرت که ما برای شما از خدای عزوجل درخواست کردیم، دعا کردیم در حق شما که خداوند فرزندان شایسته بهت مرحمت کنه. یکی از اون فرزندان همین شیخ صدوق معروف، اسمش گذاشتن محمد، محمد ابن علی ابن بابویه قمی، معروف به شیخ صدوق، صدوق متوفای سال 381 قمری، صاحب تألیفات عدیده است که این خودش یک معجزه الهیه که در طول این هزار و چند هزار و یکصد سال بله. با وجود این همه دشمنی هایی که دیگران با شیعیان اهل بیت داشتن و کتاب های شیعیان اهل بیت رو نابود کردن، سوزوندن، از بین بردن، اینقدر کتاب از شیعه ها در دجله، در همین بله. دجله بغداد ریختن که آب دجله رو رنگش رو عوض کردن، چند شبانه روز تنورهاشون رو داغ کردن بله. با کتاب کتاب های شیعیان. با وجود همه این عنادها و این مخالفتها و این دشمنیها میبینیم کتابهای شیخ صدوق الان همچنان باقیه، تدریس هم میشه اگر اشتباه نکنم، مورد عنایت خدای عز و جل که باید این سند باشد و محفوظ باشد. از کتابهایی که از ایشون باقی مونده کتاب اعتقادات شیخ صدوق که این کتاب کتاب بسیار ارزشمندیه که باید یک به صورت کتاب درسی بشه که ای کاش مثلا ترجمه بشه به فرض کنین به زبان فارسی روان بله. و تدریس بشه تو مدارس، بر مدارس فرض بفرمون ابتدایی، مدارس راهنمایی برای فرزندان این کتاب تدریس بشه تا چون شیخ صدوق اعتقاداتی که دارد گرفته شده از متن آیات و از متن روایات و همچنین ترجمه بشه به زبان‌های دیگره، به زبان انگلیسی که الان مثلا غرب محتاجن به اینکه آشنا بشن با دین واقعی بله. دین واقعی دین اهل البیت علیهم السلام، چون دینی که اونها برای ما معرفی کردن، برای جهان معرفی کردن، دیدن دین معاویه ابن ابی سفیان، دین یزید ابن معاویه، دین عمر ابن خطاب، دینی که میبینیم زندانهاش پر از زندانی شکنجه است، اذیت، آزار، ظلم، ستم، و اهل بیت علیهم السلام چنین دینی ندارن. کجا باید بیان بشه عقاید حقی اهل البیت علیهم السلام؟ این بنابراین یه همچین کتابی باید ترجمه بشه به زبانهای زنده دنیا و میلیون میلیون چاپ بشه و در اختیار همه قرار بگیره، نه فقط شیعیان، در اختیار قرار همه بگیرد که به صورت مجانی هم کتاب در اختیارشون قرار داده بشه، همینطوری که الان مسیحیت برای تبلیغ کار خودشون چقدر جزو و کتاب در سال چاپ میکنن و مجانا به افراد رایگان توزیع میکنن، باید یک چنین کارهای انجام داد تا دیگران آشنا بشن. خلاصه این کتاب ارزشمند این بزرگوار، کتاب اعتقاد شیخ صدوق، عباراتی من ازش انتخاب کردم در این جلسه محضر بینندگان محترم عرض میکنم که ایشون میفرماد الادله النقلیه والعقلیه على اسمت الامام کثیره، معتقدم این که امام باید معصوم باشه، نبی هم باید معصوم باشه. به چه دلیل؟ پیشوای بر مردم، امام مردم، امام منتخب از سوی خدای عزوجل یا نبیی که از طرف خداوند به سوی بشر فرستاده می شود، چرا باید معصوم باشه؟ حالا معصوم نباشید اشکالش چیه؟ چه دلیلی داریم ما بر اینکه حتما باید
معصوم باشد، اونم معصومی مطلق بله. از همه گناهان. ایشون میفرماید دلیلش کثیره، الادله على عصمت الامام، ادله نقلی و ادله عقلی. ما دو دلیل داریم، دلیل عقلی داریم و دلیل نقلی. همیشه دلیل عقلی و نقلی کنار هم میان، کنار همان. خدا رحمت کنه مرحوم علامه حلی رحمت الله علیه، ایشون یک کتابی دارن به نام الفین. بله الفین 2000. 2000 این کتاب موضوعش امامت امیر المؤمنین علیه السلام. 2000 دلیل برای اثبات امامت امیر المؤمنین علیه السلام در این کتاب ذکر کرده. 1000 دلیل عقلیه و 1000 دلیل نقلیه. فقط به 1000 تاش تونستن یعنی مجال، عمر بهشون مجال داد بنویسن، باقیش نتونستن بنویسن. الان اونی که فعلا ازشون موجوده فقط ادله عقلیه بر امامت آقا امیر المؤمنین علیه السلام. خلاصه ایشون میفرماد، شیخ صدوق میفرماد ادله نقلی و عقلی بر عصمت نبی و امام بسیاره، از جمله الآیات الکریمه. یعنی اول باید بریم سراغ اول منبع علمی همه مسلمانان. به. مسلمانان معلوماتشون از کجاست؟ اول قرآن کریم. کریمه. آیاتش بسیاره. میفرماید از اولین آیه‌ای که دلیل است بر عصمت امام و نبی آیت التطهیر. تمسک میکند به همین آیه‌ای که مورد بحث ماست. چرا آیه تطهیر میگه؟ چی میفرماید؟ آیه تطهیر مطلق رجس و پلیدی رو از اینها دور کرده. میفرماید ان صدر منهم معصیتون، اگه یک دونه معصیت، یعنی در طول عمر یک امام، یه امام ممکنه مثلا فرض کنین 60 سال عمر بکنه، 50 سال عمر کنه، 30 سال عمر کنه، در طول این مدت اگر فقط و فقط یه معصیت ازش صادر بشه، یا یک نبی، یه نبی مثل حضرت نوح علیه السلام که فلبث فی قومه الف سنه، چون آیه الف سنه الا خمسین عام، بله 950 سال در بین امتش فقط بود عنوان، نه اینکه عمرش رسول به عنوان رسول، عنوان نبی بود. خب تو این مدت چی میشد؟ یه دونه خطا، یه دونه معصیت ازش صادر بشه، یه دونه معصیت ضرری به جایی نمیزنه، بله به جایی نمیزنه. میفرماید ان صدر منهم معصیتون، یه دونه معصیت اگر از اینها صادر بشه، فی عمرهم در تمام عمرشون، لم یشهد الله به طهارتهم، خدا شهادت نمیداد در آیه تطهیر به طهارتشون. اینکه در آیه تطهیر میفرماید و یطهرکم تطهیرا، یعنی هیچ گناهی، هیچ معصیتی از بدو تولد تا وقتی که از دنیا میروند هیچ معصیتی از اینا صادر نمیشه، نه معصیت فکری و عقلی اعتقادی، نه معصیت عملی، نه معصیتی که جز معاصی گناهان کبیره، نه جز معاصی گناهان صغیره، نه عمدی نه سهوی، هیچ معصیتی از اینها صادر نمیشه، که اگر صادر نمیشد، صادر میشد خدا شهادت به طهارت و پاکی اینها نمیداد. پس بهترین دلیل بر اینکه امام، این امامی که ما الان همه ما عزادارش هستیم و خدای عزوجل او را انتخاب کرده به عنوان امام، به عنوان امامی که باید جن و انس و ملک ازش تبعیت کنن، فرمان او را گوش بدن و با فرمان او مخالفت نکنن. او کسیه که معصومه، او کسیه که طاهره، او کسیه که نقص نداره. و یک الگوی تمام عیاره، الگوی تمام عیاره برای تمام بشر تا قیام قیامت. چون ممکنه یک کسی بگه آقا اینا امام بودن برای دوره قبل که بشر فکرش پایین بود، خب بعد بشر رشد میکنه، درس میخونه، فرهنگ بشر
بالاتر میره. خب پس بنابراین آیا اینا امام هستن حتی برای آیندگان؟ بله امام هستن حتی برای آیندگان، یعنی هرچه علم آیندگان و فرهنگشون بالاتر برد، امام علیه السلام علمش بالاتر از علم دیگرانه و دیگران نیازشون به چنین انسان کامل تمام عیار، انسانی که علمش، عرض کردیم، علمش مطلقه، نیاز بشر، هرچه عقل بشر بیشتر بشود، نیازش به چنین انسان پاک مطهر معصوم عالم به علم مطلق، نیاز بشر بیشتر. چی میشه؟ بیشتر میشود. اینطور نیست اگر عقل، بعضی ها، بعضی از کسانی که به اسم روشن فکری یک کتابایی نوشتن و گفتن زمانی که عقل بشر به کمال میرسد دیگه نیاز به امام و نیاز به دین نیست. و نیاز به قرآن نداریم. باید به اینا گفته بشود که نه، چنین نیست. اتفاقا آقای بهرمن، من عضو فرماشا قدرم، هرچی عقل بشر کاملتر میشه، صحت کلام ائمه و اهل بیت اصل و طهارت رو بیشتر درک میکنه. نمونه هاش رو ما الان زیاد داریم، نمونه های خیلی خیلی ساده. خب همونطور که شما مستحضر هستید، بینندگان هم میدونن که مثلا به عنوان آب خوردن پیشنهاد شده و در حقیقت دستور داده شده که نشسته آب خورده بشه. بله. استحبابش، بحث استحبابش، خب یک مسئله خیلی ساده و پیش پا افتاده شاید به نظر برسه، ولی همین مسئله رو جدیداً پزشکان و جامعه پزشکی متوجه شده که نشسته آب خوردن باعث میشه جلوگیری بکنه از کبد چپ و جلوگیری بکنه از خیلی خیلی بیماری های دیگه که اگر شخص در حالت ایستاده آب بخوره ممکنه به اون بیماری ها دچار بشه. تازه این جنبه پزشکی هست، جنبه های دیگه که الله اعلم بشر هنوز بهشون دست پیدا نکرده. این یک نمونه فقط خواستم عرض بکنم. کاملا درسته. باید این مطلب رو من اینجا عرض کنم که برای دیدن ما دو چیز میخواییم، هم چشم میخواییم هم نور میخواییم. درست. اگر کسی چشم نداشته باشه در یک جایی که نور نور باشه، این نمیتونه ببینه. نمیتونه ببینه. اگر چشم داشته باشه ولی نور نباشه، نور نباشه، بازم نمیتونه ببینه. بازم نمیتونه ببینه. عقل کار چشم رو میکنه. صحت. اما دین، امام علیه السلامی که خدا انتخاب میکنه، کار نور رو میکنه. نور رو میکنه. دقت میکنین؟ بنابراین هرچه درک بشر بیشتر بشه، باید به نور بیشتر نیازمنده. احسن. برای چی؟ برای بهتر دیدن. از این جهت روایات ما میفرماید که خدای عزوجل برای شماها دو تا حجت قرار داده. ان لله علی الناس حجتین. یکی حجت باطن. بله. یکی حجت ظاهر. ظاهر. حجت باطن کیه؟ عقل. عقل. حجت ظاهر امام. انبیاء و ائمه علیهم السلام. بنابراین هر دوی اینها برای درک حقیقت نیازه. و دیدن حقیقت نیازه. اصلا. اگر عقل نباشه خب بی عقل نمیتونه مقام امام علیه السلام را و مقام خدای عزوجل را درک بکنه. بله. معرفت به خداوند براش حاصل نمیشه, نمیشه. اگر عقل نداشته باشه. اگر عقل داشته باشه و نخواد رجوع کنه به نوری که در قرآنه و نوری که در وجود امام علیه السلامه، یعنی عقل خودشو از قرآن و عترت خودشو چکار کنه؟ مستقل بدونه. مستقل بدونه. این باز باز هم بله. به هدایت متعی نمیشه. بله. بله اون معرفت براش حاصل نمیشه. بنابراین این دو تا حدیث رو کنار هم بگذاریم. یک جا فرمودن انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. این برای چیه؟ این برای اون نوره. بله. که در نور معرفت برای ما حاصل بشه. و اون جایی که فرمود ما عقل رو به عنوان حجت باطن برای شما قرار دادیم، این برای دیدن اون نور، دیدن در اون نور، با اون نور، یعنی با کتاب و با کلام عترت علیه السلام و کلام امام علیه السلام، تو میتوانی معرفت پیدا کنی به خدای تبارک و تعالی. چون مقصد شناختن خدای تبارک و تعالی. خدا را از کجا باید شناخت؟ با عقلت به بیان امام، با عقلت به بیان معصوم علیه السلام. بنابراین
خداوند امام را برای ما معصوم قرار داده تا چی؟ تا ما کلام معصوم را برای خودمون حجت تام بدونیم تا از طریق معصوم برسیم به هدایت، هدایت کامل و معرفت کامل. این یه بیانی بود از مرحوم شیخ صدوق رضوان الله در باب عصمت امام، در باب عصمت امام. به یه آیه دیگری هم ایشون اشاره فرمود، اشاره کرده، میفرماید و منها از جمله آیات دال بر عصمت ائمه هدی علیهم السلام و شخص امام حسین سلام الله علیه، قول خدای عز و جل مخاطبا لابراهیم، اون جایی که خداوند حضرت ابراهیم علیه السلام را مورد خطاب قرار داد و به ابراهیم فرمود انی جاعلک للناس اماما. اولا فرمود انی، این کلمه ان کلمه عدات حصر، نه حصر نیست، ان برای تحقیق، یعنی شک نکنید، نکن، حقا اینطوره، محققا چنین است. انی یای متکلم وحده، من نه کسی دیگه، نه من و ملائکه، نه من و کسی دیگه، نه من شخص من به تنهایی. انی جاعلو که قرار میدهم توی ابراهیم را، شخص توی ابراهیم را، لناس، ناس کیان؟ مردم، عموم مردم، عموم مردم، تا کی؟ تا نداره امام، ها امام، امام می شود برای ناس، برای عموم ناس در تمام زمان، بر تمام ازمنه. فرق نبی با امام. فرق نبی و رسوله. رسول ممکنه وظیفه داره تبلیغ کنه برای یک عده خاصی، اما امام للناس، امام للناس، انی جاعلک للناس اماما، یک چنین مقامی، یک چنین منصبی که ابراهیم علیه السلام بعد از اینکه خلیل الرحمن بود، بعد از اینکه نبی خدا شد، بعد از اینکه منصب رسالت را پیدا کرد و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، وقتی که پروردگار متعال ابراهیم را مبتلا کرد به آزمایش هایی و هی مرحله به مرحله مقام او ظهور پیدا کرد در عالم وجود برای دیگران، یعنی دیگران فهمیدن که ابراهیم نبی اللهه، بعد فهمیدن که ابراهیم رسول اللهه، حالا باید متوجه بشن که یک مقام والای دیگری دارد به نام امامت. امامت این یک مقام خیلی عالیه، لذا ابراهیم عرض کرد و من ذریتی، خدایا میشد این منصب به این مهمی، به این ارزشمندی برای فرزندان منم باشه؟ خب ابراهیم در کبر سن این منصب رو خدا بهش مرحمت کرد. میگن هرچه انسان پا به سن بگذاره بیشتر به فکر فرزندان و نسل و آینده باشه. بله. و من ذریتی، این یک جمله استفهامیه است، میشه در ذریه من این امامت باشه؟ خدا در جواب فرمود لا ینالو عهدی الظالمین. لا ینالو فعل مضارعه، زمانش حال و استقباله، یعنی از الان تا قیامت. امامت که عهد منه، امامت عهد الهیه، امامت از بالا تنظیم میشه نه از پایین که ما بخوایم دور هم جمع بشیم یک کسی رو به عنوان امام انتخاب کنیم، نه اینطور نیست. بعد این لفظ امام، امام نمیدونم کی، امام نمیدونم کی، انگار لوح و نباته، به راحتی به هر کسی یه لقب امام میدن مثل خودش. بله، من یه وقتی به یکی از مراجع عرض کردم که آقا این چی رو این رساله شما نوشتن امام؟ شما قبول نکنید، شما خودتون قبول نکنید، امام آخر این به راحتی نیست، گیج میشن مردم، گیج میشن بچه های ما گیج میشن. امام 12 تا امام بیشتر نداریم. اول امیر المؤمنین علیه السلام، آخری این هم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف. چرا گیج کنیم مردم را؟ چرا جوانهای ما را، فرزندان ما را چرا اینقدر گیج کنیم؟ این جایز نیست. لذا آیه شریفی میفرماید لا ینالو، یعنی نمیرسد تا قیام قیامت این عهد من
شامل حال ظالمین نمی شود. ظالمین، ظالمین جمع ظالمه. بله. خب دارای الف لامه، یه قاعده ادبیه. اگر جمع، کلمه جمع الف لام داشته باشد، میگن یکی از الفاظی که دال بر عمومه، یعنی هیچ ظالمی نمیتونه دارای منصب امامت باشه. امامت فقط مال غیر ظالمه. یعنی بشر دو قسمه، یا ظالم یا غیر ظالم. غیر ظالم میشه معصوم، یا معصومه. اگر معصوم نیست ظالم، حتما ظالمه، ولو بهترین انسان هاست. ولو پشترش، بله، میتونیم نماز بخونیم، ولو باید ازش تقلید کنیم، عدالتش به درجه ای که باید ازش تقلید کنیم، تقلید کنیم، پشترش نماز بخونیم. میتونه قاضی باشه، اما این ربط به عصمتی که امام علیه السلام داره تو این آیه ارتباطی با او نداره. هر کسی که معصوم نیست، حالا بیانش میکنی، حتما ظالمه. یعنی حتی اگر که، حتی اگر سلمان باشه، حتی اگر ابوذر باشه. بله، ولی مراتبش متفاوته. بله بله بله، ظالمه. حالا چه جور ظالمه؟ بله. میفرماید این آیه در سوره مبارکه بقره 124، شیخ صدوق در ادامه میفرماید ابطلت هذه الآیه امامت کل ظالم الى یوم القیامه. این آیه امامت هر ظالمی را تا روز قیامت باطل کرده. خب ظلم یعنی چی؟ چیه؟ همون ظلم اولا بدترین گناهانه، داشته باشیم. ظلم بدترین گناهانه. ظلم چرا بهش میگن ظلم؟ باعث ظلمت میشه، ظلمت قبره، ظلمت برزخه و ظلمت روز قیامت انسان میشود. میفرماید شیخ صدوق، میفرماید با استناد از آیات روایات، میفرماید و ظلم اما عظیم او غیر عظیم. یا ظلم عظیمی داریم یا ظلم غیر عظیم. ظلم عظیم چیه؟ الظلم عظیم الشرك. بعد در قرآن ان الشرك لظلم عظيم، که فرمود در سوره لقمان آیه 13 ان الشرك لظلم عظيم. لظلم عظيم، شرك با جميع مراتبش. الله اکبر. شرك در ذات خدای عز و جل، ذات خدا را، ذات مستقل را دو تا بدونیم. العياذ بالله. مثلا اونایی که دو مبدعی ان، دو مبدعی ها زردشتی ها که دو خدا را قائلن، که خدای خوبی ها و خدای بدی ها، خدایی که بدی ها را آفریده، بله، شرور را، و خدایی که خوبی ها را آفریده. یا اونا که سه مبدعی هن، مثل مسیحیان، پدر و پسر و روح القدس. بله. یا هشت خدایی که بعضی از سنی ها معتقدن، سنی ها معتقدن به هشت خدا. چجور میان صفات خدایی و تبارک و تعالی را، صفات را از ذات خداوند جدا میدونن و میگن همینطوری که خدا ذاتش قدیمه، صفاتی که غیر ذاته خداونده اونا هم قدیمه. بنابراین چند تا قدیم داریم، هم خدا قدیمه، هم علمش قدیمه، در حالی که از این علم از ذات نیست، اونطوری جداست. جداست، جداست و قدیمه. بخ میشه هشت تا قدیم، هشت تا قدیم میشه. یکی علمشه، یکی قدرتشه، یکی ارادهشه، یکی حیاتشه. و ما دو خدایی رو قبول نکردیم تا چه برسه هشت خدایی. ان الشرک، هر نوع شرکی، جدا کنی صفات خدا را از ذات خدا، این شرک. العیاذ بالله. این عدم توحیده. در فعل خدا شریک قائل بشی. خدا افعالی داره، افعال خدا خلق، افعال خدا مثلا رزق، رزاقیت. بله. بگیم کسی دیگه غیر از خدای عزوجل در رزق ما چیه؟ شریکه. بله، مؤثره، اون باعث زیادی رزق ما میشه. نه، این شرک در افعال خدای عزوجل، نه، در افعال خدا چیه؟ واحد است و یکتا است. احدی را در هر فعلی از افعال جز خدای عزوجل نباید شریک بدونیم. لا مؤثر فی الوجود الا الله. سبحان الله. یکی هم شرک در عبادته. شرک در عبادت که می آمدن چکار می کردن؟
یه بت‌هایی برای خودشون درست می‌کردن. بله، اونها الی الله زلفا می‌گفتن. بله، نه فقط اون زمان، الان هم هست. الان بیش از 1 میلیارد آدم روی این زمین هستن که بت‌پرست رسماً. بله، نسجر بالله گاف پرستند یا مثلا چیزهای دیگه هستن. بله بله بله، هر نوع شرک اینجوری می‌فرماد لظلم، لظلمون عظیم. بس مشرک نمیتونه امام بر خلق باشه، خلق باشد، ولو این مشرک فرزند حضرت ابراهیم علیه السلام باشه. و من ذریتی، یعنی ای ابراهیم تا قیام قیامت ذریه شما اون ذریه‌ای که مشرکن اینا ظالمن و امامت شامل حال اینها نمیشه. حاجی بهرمن، من عذر میخوام فرما شما رو قطع بکنم، 3 دقیقه فقط تا پایان برنامه فرصت داریم. من نمیخوام فرما شما رو قطع بکنم، ادامه بدید که حالا جای مناسب ببینید و ادامه شما. بله همین. و بعدش میفرماد و غیر العظیم، ظلم یا عظیمه یا غیر عظیم. ظلم غیر عظیم کدومه؟ یا ظلم به نفسه، بله که همه ما داریم، بله. یا ظلم به غیره. بله، ظلم به نفس اینه که انسان فرض بفرمان میتونسته نمازش رو اول وقت، اول وقت بخونه، نخونده، نخونده بی دلیل، نخونده. بله، میتونسته فرض بفرمان فلان مقدار کمک بکنه در راه خدا، نکرده، نکرده، توانش داشته، خدا امکاناتش بهش داده، نکرده این کار رو. فلان عمل خیر رو میتونسته انجام بده، انجام نداده. میتونسته درس بخونه، بهترین فقیه بشه، بهترین دانشمند بشه، اما این کارا نکرده، این کرده، این ظلم دیگه خیلی ریز میشه. بله، و اینجاست که دیگه، بله، مشخص میشه حالا فلان درجه از معرفت رو میتونسته کسب بکنه، کسب بکنه، نکرده، تلاش نکرده، این ظلم به خود میشه، این ظلم به نفس کرده. بله بله، یکی هم ظلم به غیره. بله، به همسر ظلم بکنه، به بچه ظلم بکنه، به همسایه ظلم بکنه، هر نوع ظلمی، چه شرک باشد، چه ظلم به نفس باشد، چه ظلم به غیر باشه، این میشد، این میشد ظالم و ظالمین. این امامت که عهد خدای عزوجل شامل حال اونها نمیشه. ظالمین را که بردی کنار میموند فقط 14 معصوم از ظلم، معصوم از خطا، معصوم از هر نوع لغزش. خدا حفظتون بکنه آقای بهرمن، خیلی خیلی استفاده کرده. متاسفانه فرصت نشد که خلاصه آنچه در این جلسه بیان شد رو هم مجددا تکرار بکنیم، ولی که بسیار بسیار استفاده کردیم. فردا شب هم در خدمتتون باشیم تا ادامه بحث و بهره ببریم. من خیلی تشکر میکنم از شما. بینندگان عزیز و ارجمند، یک بار دیگه به پایان برنامه سرزمین عشق رسیدیم و اینجاست که باید بگیم اللهم عجل لولیک الفرج. پیروز و سربلند باشید. التماس دعا و یا حسین. خیلی ممنونم. مهر تو ای حسین جان از دل کشد زبونه، مرغ دلم به هر میزنه شبونه، هر میزنه شبونه، مولای من حسین جان، آقای من حسین جان،